گر خواهی شادی وجد حقیقی ایسا را در دل بپذیر گناهت پخ سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند گر شادی وجد حقیقی ایسا را در دل پذیر شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست افکار مسیحی افکار مسیحی دوست خوب من چیزهای بسیاری وجود دارند که متاسفانه ما میزان اهمیت اونها را در زندگیمون دست کم میگیریم چیزهای بسیار با اهمیتی هستند که ما یا اصلا بهشون توجهی نداریم یا که توجه کم و ناکافی داریم یکی از شاخصترین و مقدمترین چیزهایی که ما یا اصلا بهش توجهی نداریم یا که کم به اون توجه میکنیم کیفیت افکارمون هستند بله کیفیت افکارمون عزیزان یکی از دلایلی که ما چرا به کیفیت افکارمون اصلا توجهی نمی کنیم یا که کم توجه می کنیم این باشه که اونها همیشه با ما هستند و با گذشت زمان ما کاملا بهشون عادت کردیم و مونس ما شدند از اون گذشته اگه هم بخوایم کیفیت و معیار پاکی و صحت افکارمون را بشناسیم شاید ندونیم باید با چه منبع معتبر و صحیحی اونها را مقایسه کنیم و بسنجیم اما به راستی معیار کاملا معتبری که ما میتونیم برای شناخت کیفیت افکارمون با اعتماد کامل از اون استفاده کنیم چی هست؟ دوست خوب من تنها راه قابل اطمینان برای اینکه ما بتونیم بفهمیم آیا داریم درست فکر میکنیم یا نه اینه که افکارمون را با تنها حقیقت محض موجود در این جهان همتراز و میزان کنیم تنها حقیقت محض در این جهان فقط کلام خداست در کتاب مقدس ما ایمانداران به عیسی مسیح انجیل و تورات اگه ما بر اساس دروغها و یا باورهای اشتباه موجود در این جهان تصمیم گیری کنیم در اون صورت تمامی جوانب زندگیمون تحت تاثیر ویران کننده اون دروغها و باورهای اشتباه قرار می گیرن. از همان روز اولی که ما به دنیا میاییم مغز و زمیر ما بر اساس اون چی که تجربه میکنیم یا بهمون یاد میدند برنامه ریزی میشه بعضی از اون تجربه ها و آموخته های ما خوب بودن ولی بسیاری از اونها هم الگوهای فکری منفی و مخربی را در ما به وجود آوردن که دست و پاگیرمون شده بسیاری از الگوهای فکری پرورش یافته در ما بر اساس واقعیت نبودند بلکه ساخته و پرداخته سلیقه و عقاید خودخواهانه انسانی که با مرور زمان در میان ما رشد کردند عزیزان خداوند و منجی ما عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود یاد داده که چطور میتونیم حقیقت محض موجود در این جهان را بشناسیم در انجیل یوحنا در فصل 8 آیه 32 عیسی مسیح به ما یاد میده که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت آمین عزیزان ایسای مسیح همچنین در آیه سی و چهار باز در همان فصل هشتم انجیل یوحنا توضیح بیشتری در این مورد به ما داد عیسی مسیح فرمود این عین حقیقت است که هر کی گناه می کند اسیر و برده گناه است. آمین دوست خوب من از زمانی که نسل بشر با طبیعت و ذات گناه آلود به دنیا آمد ذاتی که با قدوسیت خدا در زدیت و دشمنیه این ذات گناه آلود مغز و زمیر انسان را خراب، فاسد و پرشتباه کرده و نتیجه این شده که مغز و زمیر خراب فاسد و پراشتباه انسان هم تمامی جوانب زندگی او را تحت تأثیر مخرب خودش قرار داده بله دوست من های خراب و پراشتباه تحت کنترل گناه موجود در ما نمیتونن منبع موثق و قابل اعتماد ما باشند ما نمیتونیم به دلایل و برهانهای چنین مغز و زمیری در خود اعتماد داشته باشیم اما خدا را شکر که او موسق ترین و قابل اعتمادترین منبع حقیقت یعنی کلام خود را برای کمک و هدایت ما در اختیارمون قرار داده بیایید به کلام خدا مراجعه کنیم تا یاد بگیریم خداوند در مورد مغز، عقل، شعور و خرد چه درس هایی به ما داده؟ قبل از هر چیز آموزه های کلام خدا در مورد مغز انسان به ما یاد میده که مغز بی ایمانان به خداوند تیره و تاره تیره و تار بودن مغز بی ایمانان به خداوند بدین معنا نیست که این عزیزان توانایی یادگیری ندارند یا که از ذریب هوشی کمی برخوردارند تیره و تار بودن مغز بی ایمانان به خداوند بدین معناست که اونها قادر به شناخت و درک اموری که به خداوند مربوط میشند نیستند چون اموری که به خداوند مربوط میشه فقط توسط درک و تشخیص روحانی قابل درک و فهمه پولس رسول این نکته بسیار حائز اهمیت را در اول قرنتیان فصل دو آیه چهارده اینطور توضیح داده اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد این امور به نظر او پوچ و بی معنی می آیند زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند آمین عزیزان دلیل تیره و تار بودن مغز بی ایمانان به خداوند را میشه بر اساس کلام خدا اینطور بیان کرد عزیزانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارند اگرچه خود را دانا و خردمند میدونند اما اونها تمامی حقایقی را که خداوند در تمامی خلقت خود برای اثبات وجود خود در وجودشون قرار داده را ابس و بیهوده قلمداد میکنند و به او ایمان نمیآورند باز پولس رسول در این مورد هم در رومیان فصل یک آیات 16 تا 22 خیلی روشن و قابل فهم توضیح داده. در این قسمت از کلام خدا در رومیان فصل یک آیات هجده تا 22 و می خانیم، اما از سوی دیگر خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند نازل می کند. برای آنان حقیقت وجود خدا کاملا روشن است. زیرا خدا وجدانهایشان را از این حقیقت آگاه ساخته است انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها می تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می استد برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه ای ندارد. پولس رسول در آیه 21 ادامه میده بلی درست است که مردم این حقایق را میدانند اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می کند او را شکر گویند در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابداع می کنند. به همین علت ذهن نادانشان تاریک و مقشوش شده است. خود را دانا و خردمند می پنداشتند اما همگی نادان و بیخرد شدند. آمین. دوست خوب من عزیزانی که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان ندارند هیچ کنترلی بر گناه نیز ندارند در همین احوال شیطان نیز دائما این عزیزان را با دروغ ها و وسوسه‌های های خود مورد حملات خودش قرار میده ولی اونها هیچ دفاعی برای محافظت خودشون در مقابل شیطان ندارند اما در صورت ایمان این عزیزان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی براشون امید و پیروزی برگناه و حملات شیطان هست. دو ایمانداران به عیسی مسیح مبدل به مخلوقات جدیدی میشوند با مغزی نو. این مهم را ما با مطالعه کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 یاد میگیریم. این آیه میفرماید کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگران انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه ای را آغاز کرده است آمین دوست خوب من وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان میاریم و گناهان خودمون را به او اعتراف میکنیم او به ما ذات و طبیعت تازه عطا میکنه ذات و طبیعتی که مایل به سوی او بره و از او پیروی کنه و نه از گناه علاوه بر این روح القدس در ما سکنا میگزینه تا در تمامی طول عمرمون بر روی این کره زمین همیشه هادی حامی و محافظ ما باشه روح القدس به ما توانایی و حکمت میده تا بر گناه و حملات شیطان پیروزی داشته باشیم روح القدس همچنین به ما کمک میکنه تا قادر به زندگی در اراده خاص خداوند بشیم عزیزان وقتی ما در ایمانمان به عیسی مسیح مبدل به مخلوق نو و تازه میشیم این نو و تازه شدن ما مربوط به نو و تازه شدن مغز ما هم میشه پولس رسول در اول قرنتیان فصل دو آیات پانزده و شانزده نحوه عملکرد مغز نو و تازه شدن ما را اینطور تشریح کرده شخص روحانی همه چیز را تشخیص می دهد و درک می کند و همین امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می گردد مردمی که هرگز نمی توانند او را درک کنند چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند آنها هرگز سعی نکردند افکار و مشیت خدا را درک کنند یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می باشیم و افکار او را درک می کنیم آمین عزیزان با نو شدن مغزمان به خاطر ایمانمان به عیسی مسیح ما قادر به درک امور مربوط به خدا یا همان امور روحانی میشیم اما این نو شدن مغز ما بدین معنا نیست که تمامی افکار گناهالود ناگهان و برای همیشه از ما دور میشند. عوض شدن افکار ما یک پروسه در تمامی طول عمرمون هست که برای موفق شدن در آن ما هم نقش مهمی را بر عهده داریم. بعد از ایمان به عیسی مسیح هنوز افکار گناهالود هر از گاهی به مغز ما هجوم میارند یا گاهی عادتهای ناپسند از ما سر میزنه یا که نسبت به مسائلی دیدگاه انسانی خواهیم داشت اما خداوند روح القدس به ما کمک میکنه تا توان درک کلام خدا و اراده الهی او را داشته باشیم روح القدس به ما کمک میکنه تا بتونیم کلام او را در زندگیمون به عمل درآوریم این فقط در صورتی امکان پذیره که ما با کمک و هدایت روح القدس در کلام خدا تعمق و تفکر منظم داشته باشیم نهایتاً در طی این پروسه همونطور که عیسی مسیح فرمود ما حقیقت را خواهیم شناخت و حقیقت ما را آزاد خواهد نمود حقیقت در مورد شخصیت واقعی خداوند حقیقت در مورد فیض و محبت او برای ما حقیقت در مورد نحوه عملکرد خداوند در این جهان و زندگی ما حقیقت در مورد هدف از خلقت ما و خواست او از ما در طول عمرمون آزادی دریافت نموده ما پس از شناخت حقیقت خداوند موجب میشه که ما هر روزه بیشتر و بیشتر به او نزدیک بشیم از او پیروی کنیم و از گناه دوری بدون عوض شدن مغز، عقل، شعور و خرد ایماندار به عیسی مسیح همچنان در جهان بینی دنیاوی خود باقی میماند و دنیاوی فکر خواهد کرد عزیزان ایمانداران بسیاری هستند که با خلوص نیت تمامی سعی خودشون را به کار میبرند تا شاید بتونن بر اسارت گناهشون غلبه کنند اما هرگز موفق نمیشند و همچنان در اسارت گناه باقی میمونند این عزیزان ایماندار پس از مدتی تلاش به اشتباه خودشون را اشخاصی نالایق و یا دوست نداشتنی از طرف خداوند قلمداد می در حالی که دلیل اصلی پیروز نشدن این عزیزان بر مشکل گناه و باقی در اسارت آن اینه که اونها فقط سعی در تعویض اون چه که بیرونی و دیدنی هست دارند و مشکل واقعی خودشون را که درونی هست به فراموشی سپردند مشکل اصلی و دلیل واقعی شکست آنها در مقابل گناه نحوه فکری دنیوی آنهاست عزیزان ما ایمانداران به عیسی مسیح برای قلبه گناه باید نحوه فکری خودمون را کاملا عوض کنیم بله تنها راه غلبه بر الگوی افکار ویرانگر گناه آلود در خودمون اینه که ما افکارمون را با تعالیم کلام خدا مطابقت بدیم ما باید مطابق با آموزه های کلام خدا فکر کنیم پولس رسول در ارتباط با این موضوع فوق مهم در رومیان فصل دوازده آیه دو میفرماید رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید آمین عزیزان هر وقت ما با قلبی فروتن و تحت هدایت روح القدس کلام خدا را مطالعه می کنیم خداوند مغز، عقل، شعور و خرد ما را به کلی عوض و از نو برنامه ریزی می کنه. خداوند قلب فروتن نیت پاک و اشتیاق ما را برای شناخت بهتر از او و نحوه عمل کردش میبینه و سپس مغز عقل شعور و خرد ما را با حقیقت محض کلام خودش موزون و هماهنگ میکنه این تنها راه نجات از اسارت الگوی فکری ویرانگر گناه آلود در ماست عزیزان نتیجه مطالعه کلام خدا تعمق در آن و انجام آموخته های از آنچه که خداوند به ما یاد میده یک زندگی پر از اعتماد به او و قلبه برگناه مطالعه منظم کلام خدا و تعمق داشتن در آن از واجبات انکار ناپذیر برای هر ایماندار به عیسی مسیحه همچنین مطالعه منظم کلام خدا و تعمق در آن از واجبات بسیار با اهمیت برای اعضای هر کلیساست. دوست خوب من، وقتی ما های خودمون از مطالعه کلام خدا را در قلب و فکرمون ذخیره می کنیم و آنگاه به روش صحیح آن آموختها را با دیگران در میان میگذاریم، کلام خدا بر زندگی آنها هم تأثیر شگرفی خواهد گذاشت. در که صحیح از کلام خدا به زندگی اون عزیزان هم برکات بسیار خواهد داد. وقتی ما فروتنانه به مطالعه کلام خدا و تعمق در آن ادامه بدیم با حقایق تازه و امید بخشی آشنا میشیم این حقیقت که کلام خدا ما را از اسارت زندگی در الگوهای فکری ویرانگر گناهالود آزاد میکنه کلام خدا ما را از نشاط آرامش و امید واقعی و اطمینان سرشار می سازه. دوست خوب من امیدوارم که این مطالعه در کلام خدا با قلب شما صحبت کرده باشه. از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه با خداوند صحبت کنیم. خداوند از تو سپاس گذارم که امروز به من درس تازه یاد دادی. از تو سپاس گذارم که به من اهمیت مطالعه کلامت را شناساندی. خداوند از تو سپاس گذارم که مشتاقی تا کیفیت افکار من مورد پسند تو باشند خداوند از تو سپاس گذارم که یگان منبع معتبر و صحیح دریافت افکار پاک و مورد پسند خودت را در کلامت به من هدیه نموده ای خداوند از تو سپاس گذارم به خاطر کلام حیات بخشد خداوند از تو سپاس گذارم که آموزه های کلام تو به من کمک می کنند تا افکارم را با افکار تو موزون و هماهنگ کنم خداوند از تو سپاس گذارم که کلام تو چراغ راه زندگی من است خداوند از تو سپاس گذارم که در کلامت حقیقت محض را به من میشناسانی خداوند از تو سپاس گذارم که در ایمانم به عیسی مسیح مرا مبدل به مخلوق تازه‌ای میگردانی خداوند از تو سپاس گذارم که به من کمک می کنی تا مغز، عقل، شعور و خردی مطابق با خواست الهی تو در من به وجود آید خداوند من تمامی جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم به من کمک کن تا با شناخت صحیح از های کلام تو از اسارت هرگونه الگوی فکری گناهآلود آزاد شوم خداوند به من کمک کن تا افکارم مطابق با خواست تو و مورد پسند تو باشند دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. تمامی این درخواست هایم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.